سرخط خبرها. یک عملیات بسیار خطرناک جبهه آزادی که بزرگترین فرمانده ظالم طالبان را به قتل رساند. طالبان به خاطر غرب حتی گوشه شریعت را رها نمی کنیم. گزارش جدید یونما طالبان زندانیان را شوک برقی، بندش تنفس، ولد و کوب و شکنجه می کنند. منابع محلی برخورد مسلحانه در مقابل سفارت افغانستان در اسلام آباد رخ داده است. و کانادا سیاست طالبان علیه زنان ویرانگر است. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. طالبان به خاطر غرب تنها گوشه شریعت را رها نمی کنیم. به دنبال تاکید جهان و رهبران کشورهای غربی مبنی بر بازگشایی دانشگاه‌ها و آموزش برای دختران و تشکیل دولت فراگیر، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان روز سه‌شنبه 28 سنبله گفت که به خاطر غرب گوشه شریعت را هم رها نمی کنیم. وزیر تحصیلات عالی طالبان تاکید کرد که این گروه به درخواست کشورهای غربی حتی یک بخش شریعت را هم رها نمی کند. این مقام طالبان در سفر به ولایت فاریاب از ساکنان این ولایت خواست که به طالبان اعتماد کنند و به جنگ تبلیغاتی دشمن توجه نکنند. این در حال است که پیشتر سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید گفته بود که طالبان در مسیر خلاف خواست جهان حرکت می کنند و از کسب مشروعیت بین‌المللی فاصله می گیرد. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان زیر عنوان ارجای شریعت اسلامی، محدودیت های گسترده بخصوص برای زنان و گروه های قومی و مذهبی وضع کرده است. گزارش جدید یونما طالبان زندانیان را شوک برقی، بندش تنفس، لد و کوب و شکنجه می کنند. سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه می گوید که طالبان تا این نزده ماه پیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را نقض کردند. یونما گفته طالبان برای گرفتن اعترافات زندانیان را شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، خوردن اجباری آب، زد و شتم بدنی و درد و رنج شدید شکنجه کردند. یونما روز چهارشنبه 29 سنبله با نشین گزارش گفته که موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان از اول جنوری سال 2022 تا 31 جولای سال 2023 در 29 ولایت ثبت کرده است. یونما این گزارش را زیر عنوان رفتار با زندانیان در افغانستان منتشر کرده است. این سازمان تاکید کرده که نزدیک به 50% این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. در این گزارش آمده موارد شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به طور عمده در جریان دستگیری و توقیف خانه های تحت نظارت وزارت امور داخله و استخبارات طالبان صورت گرفته است. یونما می گوید که نقض ضمانت های محکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع نیز در افغانستان تحت اداره طالبان تبدیل به یک امر عادی شده است. و گفته یونما با وجود صدور دستورالعمل های رهبری طالبان برای حمایت بهتر از حقوق بشر و تضمین رفتار پرسنل امنیتی این موارد تخلفات مستند شده است. خطرناکترین عملیات جبهه آزادی بالای طالبان، ظالمترین فرمانده طالبان هلاک شد. جبهه آزادی با نشر نوار تصویری می گوید که چریکی های این جبهه شام امروز موتر حامل ملا گلالی مشهور به ابوذر از فرماندهان مهم طالبان در شهر بلوخمری مرکز ولایت بغلان را هدف قرار دادند که سه طالب به شمول ابوذر کشته و دو طالب دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه ملا گلالی از فرماندهان ظالم طالبان در ولایت بغلان بود. به بازرسی خودسرانه خانه های مردم اقدام می کرد و افراد مسنون به عضویت در جبهات ضد طالبان، نیروهای امنیتی پیشین و جوانان فعال را بازداشت می کرد. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. منابع محلی برخورد مسلحانه در مقابل سفارت افغانستان در اسلام آباد رخ داده است. منابع در اسلام آباد خبر دادند که روز سه‌شنبه میان نگهبانان سفارت افغانستان در پاکستان و دو فرد ناشناس برخورد مسلحانه رخ داده است.
یک منبع نزدیک به طالبان در سفارت گفت که نگهبان به شدت مرجوع شده است. از هویت این دو فرد اطلاعات در دست نیست. منابع در اسلام آباد گفتند که این درگیری زمان اتفاق افتاد که یک موتر در برابر سفارت افغانستان متوقف شد و راننده به دستور نگهبان امنیتی سفارت بی‌توجهی کرد و دنبال آن میان آنها دعوا اتفاق افتاد و سرنشینان موتر به سوی نگهبان تیراندازی کردند. منبع نزدیک به طالبان می افزایند که سفیر طالبان حادثه را به وزارت امور خارجه پاکستان اطلاع داده است. پاکستان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده است. کانادا، سیاست طالبان علیه زنان ویرانگر است. جولی، وزیر خارجه کانادا در نشست مجموعه عمومی سازمان ملل که با حضور رهبران کشورها در نیویورک در حال برگزاری است گفت که حملات طالبان برای حذف زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی ویرانگر است. او از این سازمان خواست که طالبان را به خاطر اقداماتشان علیه زنان و دختران افغان وادار به پاسخگویی کنند. وزیر خارجه کانادا همچنین گفت که اقدامات طالبان دختران را در معرض ازدواج‌های زیر سن قرار می‌دهد، آینده دختران بی‌شمار را ویران می‌کند و محرومیت زنان از فعالیت اقتصادی وضعیت این کشور را بدتر می‌کند. وزیر خارجه کانادا تأکید کرد که جامعه جهانی باید به حمایت از دختران و زنان افغانستان ادامه دهد و آنچه در این کشور می‌گذرد را نظارت کند. جولانی از سازمان ملل خواست که طالبان را به خاطر اقدامات این گروه پاسخگو کند، زیرا حقوق زنان قابل مذاکره نیست. وزیر خارجه کانادا تصریح کرد که اگر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نتواند از دختران و زنان افغان حمایت کند، به یکی از ستونهای اصلی که سازمان ملل بر آن بنا شده است خیانت خواهیم کرد. این در حال است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان در این نشست گفت که این کشور سالها روزهای بد را سپری می کند. او همچنین گفت که جهان از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان استقبال می کند. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت جهان از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان درگیر بحران انسانی استقبال می کند. آقای اردوغان همچنین گفت که نیم قرن از مردم افغانستان روزهای سخت را سپری می کنند. او افزود که افغانستان با یک بحران عظیم انسانی مواجه است و جهان از یک حکومت فراگیر در این کشور استقبال می کند. آقای اردوغان در این نشست ضمن صحبت پیرامون موضوعات مختلف در بخش‌های سخنرانیش به وضعیت افغانستان نیز اشاره کرد. او گفت تغییر حکومت موقت یعنی طالبان در افغانستان به یک اداره فراگیر که در آن همه اقشار جامعه به طور منصفانه زندگی کنند راه را برای افغانستان باثبات هموار می کند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.